سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. شورای بین المللی کرکت طالبان درباره ادامه ورزش زنان اطمینان دادند. دیدار متقی با عمران خان نخست وزیر پاکستان وعده تسهیل ترانزیت داد و همچنان در پایان تشکیل حکومت همه شمول. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. احمد سعیدی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: با درود و سلام. منابع میگویند که حاکمان جدید در کابل با فشار پاکستان و کشورهای دیگر بر سر تشکیل حکومت همشمول بر مبنای دیدگاه و سیاست خود از چنین حکومتی به توافق رسیدند. گفته شده است که نام آن به جای نام موجود حاکمیت حکومت اسلامی افغانستان خواهد بود. این حکومت همشمول اسلامی دارای دو شورا است: یک، شورای علما که از لحاظ قومی نیز علمای مختلف عضو آن می باشد و در میان آنها 15 نفر عالمان شیعه نیز عضویت خواهند داشت. دو، شورای تصمیم گیر که اکثر وزیران فعلی و بعضی از اعضای بلند پایه حاکمیت جدید در آن عضویت خواهد داشت. گفته شده است که ریاست این شورا تصمیم گیر را سرپرست فعلی وزارت خارجه به دوش خواهد گرفت و به جای وی معاون استانکزی عهده‌دار وزارت خارجه می شود. در حکومت همه شمول اسلامی افغانستان رئیس هیئت مذاکرات آنها در قطر که با زلمه خلیلزاد موافقت نامه دوحه را امضا کرد، ریاست این حکومت را به عهده خواهد داشت. رئیس دارای 3 معاون اول، دوم و سوم خواهد بود که معاونین بلا ترتیب از لحاظ قومی به تاجک ها، هزاره ها و ازبک ها تعلق می گیرد. معاون اول ریاست حکومت اسلامی را لوی درستیز فعلی که از ولایت بدخشان است به دوش خواهد داشت. معاونیت دوم را یکی از افراد متعلق شیعیان هزاره و معاونیت سوم در دست فردی که حالا نیز معاونیت صدر اعظم را به دوش دارد و از لحاظ قومی ازبک است باقی می ماند. همین گونه در وزارت های دفاع و داخله و سایر وزارت ها نیز معاونت های این وزارت ها به لحاظ قومی نیز افرادی از این قومیت ها گماشته می شود. در بعضی از وزارهای دیگر که به وزرای متخصص و مسلکی نیاز دارد، افرادی بر مبنی تخصصشان تقرر می یابند. در ولایت ها نیز تغییرات می آید که تا این همه شمول بودن از لحاظ قومی با تعیین والی ها و معاونیت هایشان تمثیل شود. منابع آگاه می گویند که در تشکیل حکومت همه شمول اسلامی به هیچ یکی از چهره های پیشین حکومت غنی و کرزی و رهبران گروه های تنظیم های سیاسی و جهادی و قومی سهم داده نمی شود و هیچ فردی از آنها عضویت این حکومت نخواهند بود. این منابع میگویند که حکومت همه شمول فیصله کرده یا آنها می توانند بدون مزاحمت در خانه های خود در داخل افغانستان به زندگی عادیشان ادامه دهند. گفته شده است که این تغییرات برای آن است تا حکومت همه شمول اسلامی مورد شناسایی رسمی همسایگان افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه بین ملل قرار بگیرد و در حدود 10 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا آزاد شود. هنوز از موضع و موقف کشورهای همسایه، منطقه و جهان در این مورد خبری نیست که آیا آنها این حکومت را پس از اعلام تشکیلش به رسمیت خواهند شناخت. گفته می شود که همچو تشکیلات روی دست است، ولی تا هنوز منابع رسمی حاکمان و حکومت جدید در مورد این گزارش چیزی نگفتند و خبر آنها را اعلان نکردند. اگر این گزارش درست باشد، ممکن است روز شنبه آینده و در هفته جدید این خبر مورد تایید و اعلان قرار بگیرد و تشکیلات جدید اعلان شود. گرفته شده صفحه رسمی فیسبوک احمد سعیدی. همچنان این در حالی است که دیدار متقی با عمران خان نخست وزیر پاکستان و عده تسهیل ترانزیت داد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در دیدار با هیئت طالبان به رهبری امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه وعده فراهم کردن تسهیلات بیشتر تجاری میان دو کشور را
داده است. هیئت طالبان به رهبری مولوی امیرخان متقی سرپرست و وزارت خارجه طالبان در اسلام آباد روز جمعه 21 مغرب با عمران خان دیدار کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در تویتر نوشته است که متقی در این دیدار از عمران خان خواست تا تسهیلات بیشتر را در تورخم و چمن و ترانزیت اموال تجاری افغانستان از طریق بنادر پاکستان فراهم کند. به نوشته بلخی، عمران خان وعده سپرده که تسهیلات چشمگیری در ترانزیت اموال تجاری افغانستان از طریق پاکستان فراهم خواهد شد و همچنین به گندم کمک شده از جانب هند اجازه داده خواهد شد تا از طریق بندر واگا به افغانستان انتقال یابد. عمران خان در مورد صدور ویزا نیز وعده فراهم کردن تسهیلات بیشتر را داده و از تلاش های خود مبنی بر زمین سازی برای تداوم مساعدت های بشر دوستانه، حل مشکلات موجود سیاسی افغانستان در سطح بین المللی و جلب کمک های بشر دوستانه اطمینان داده است. هیئت طالبان در یک سفر 3 روزه در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز دیدار و در مورد رشد تجارت میان دو طرف گفتگو کردند. این هیئت همچنین در اسلام آباد با نمایندگان کشورهای تاریکای توسعه یافته نشست داشته است. صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نوشته است که نمایندگان تاریکا نتایج نشست خود را با سرپرست وزارت خارجه طالبان شریک کردند. کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و پاکستان که عضو تاریکای توسعه یافتند اخیراً در اسلام آباد در مورد افغانستان نشست داشتند و در این نشست بر تشکیل دولت فراگیر و حق دسترسی دختران و آموزش تاکید کردند. همچنان این در حالی است که شورای بین المللی کرکت طالبان درباره ادامه ورزش زنان اطمینان دادند. شورای بین المللی کرکت ICC میگوید که کرکت برد افغانستان که اکنون در کنترل طالبان است درباره ادامه ورزش دختران اطمینان داده است. این شورا گفته که منتظر اقدامات طالبان است. همچنان این در حالی است که با گزارش خبرگزاری فرانسه، جف آلادرایس سرپرست شورای بین المللی کرکت گفته است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.